پیوستن غلام محمود قماندان پیشین دره فرخشار ولسوالی نجراب با 100 تن از افراد مسلح و تمام تجهیزاتش به طالبان. هشدار به احمد مسعود. مریم نعیم دختر زایرشاه در کابل درگذشت. داعش مسئولیت انفجار در کابل را بر عهده گرفت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. مریم نعیم دختر زایرشاه پادشاه سابق افغانستان روز گذشته شنبه در کابل و پس از تحمل بیماری درگذشت. نادر نعیم فرزند مریم نعیم امروز یک شنبه 5 جدید در برگه تویترش تایید کرد که مادرش روز گذشته در شفاخانه در کابل درگذشت. وی درباره بیماری مادرش چیزی نگفته است. مریم نعیم دومین دختر زایرشاه پادشاه سابق افغانستان بود. شمار زیادی از مقامهای پیشین و برخی مقامهای طالبان در گذشت مریم نعیم را تسلیت گفتند. محمد زایرشاه آخرین پادشاه افغانستان بود که از سال 1312 الا 1352 به مدت 40 سال بر افغانستان پادشاهی کرد. در دوره 40 ساله حکومت او هیچ جنگ در افغانستان صورت نگرفت و در زمان جنگ جهانی دوم نیز اعلام بی‌طرفی کرد. داعش مسئولیت انفجار کابل را بر عهده گرفت. خبرگزاری افاق: گروه داعش مسئولیت حمله روز پنجشنبه 2 جدید در برابر دروازه ورود ریاست عمومی پاسپورت را بر عهده گرفت. خبرگزاری رویترز گزارش داده که گروه داعش در بیانیه‌ای که در یک حساب تلگرامی وابسته به آن گروه منتشر شده مسئولیت حمله روز پنجشنبه را بر عهده گرفته است. این در حالی است که روزهای پنجشنبه به توزیع پاسپورت برای اعضای طالبان اختصاص داده شده است. روز پنجشنبه هفته گذشته انفجاری در برابر دروازه ورودی ریاست پاسپورت رخ داد، اما وزارت داخله طالبان گفته بود که این حمله خنثی شده است. عقیم جان عظام معاون سخنگوی وزارت داخله طالبان در پیامی به خبرنگاران گفت که ظهر روز پنجشنبه 2 جدی یک مهاجم که قصد داشت وارد اداره مرکزی پاسپورت شود توسط نیروهای امنیتی طالبان از پا درآمد. عظام گفت که در این حمله به هیچ کسی آسیب نرسیده است. یک قماندان پیشین در کاپیسا با 100 تن از افراد مسلح خود با امارت اسلامی تسلیم شد. خبرگزاری بازتاب: غلام محبوب قماندان پیشین دره فرخشاه ولسوالی نجراب کاپیسا با 100 تن از افراد مسلح خود از امارت اسلامی امان گرفت و به زندگی عادی روی آورد. به گزارش آژانس باختر، پس از فتح پنجشیر غلام محبوب قماندان دره فرخشاه ولسوالی نجراب کاپیسا با افراد مسلح خود از امارت اسلامی امان گرفت و به زندگی عادی روی آورد. شیخ جمال الدین مظهری رئیس دعوت ارشاد جلب و جذب امر به معروف و نهی از منکر کاپیسا می گوید که عفو و بخشش طبق هدایت امیرالمومنین جزء منهج امارت اسلامی است و تمام افرادی که به امارت اسلامی تسلیم می شوند می توانند در ساحه صلح زندگی کنند. قاضی عبدالمالک قماندان امنی امارت اسلامی طالبان در ولسوالی نجراب از تامین امنیت در نجراب خبر داد و گفت که تمام برادرانی که به صفوف امارت اسلامی افغانستان یکجا شدند می توانند آزادانه زندگی کنند. غلام محبوب قماندان تسلیم شده در دره فرخشاه به امارت اسلامی می گوید پس از اینکه با مجاهدان امارت اسلامی صلح می کند علیه آنان قرار نمی گیرد. تا کنون نزدیک به 100 هزار مخالف در کاپیسا به امارت اسلامی افغانستان و همکاری ریاست دعوت ارشاد جلب و جذب امر به معروف و نهی از منکر از جنگ دست کشیدند و به زندگی عادی روی آوردند. در این حال رزاق مامون روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: تسلیمی یک قماندان مقاومت به طالبان که مسئولیت رزمندگان مقاومت در دره فرخشاه نجراب را به عهده داشت، اخیراً از ارتفاعات کوهستانی پنجشیر پایین آمده و خود را به طالبان تسلیم کرده است و همه تسلیحات خود را به طالبان تحویل داده است.
علت این اقدام هنوز روشن نیست. رزاق مامون همچنان نگاشته است: هشدار به احمد مسعود. دکتر تاج محمد مبلغ 2,000,000 مصرف کرد تا فامیل های خودش را از افغانستان و تاجکستان انتقال داد. 1,000,000 به مولوی فصیح‌الدین و 1,000,000 به مولوی امان‌الدین پرداخت نموده و در ضمن ماهانه خرچ افراد مولوی فصیح‌الدین نیز به دوش حاجی کاتب و دکتر تاج محمد می باشد. پسر مارشال فهیم مستقیم تحت حمایت شبکه حقانی قرار دارد و ماهانه خرچ افراد از حقانی به دوش پسر مارشال فهیم است. افراد داخل محافظینش: قبل از سقوط پنجشیر، دکتر تاج محمد آجی کبار را قماندان قرارگاه شبانه تعیین کرد تا در صورت لزوم افراد قرارگاه شبانه را از مقامت باز دارد و چنین هم شد. دکتر تاج محمد در پنجشیر در خانه خودش مقدار زیاد خوراک انبار نموده بود و شکست پنجشیر شروع شد. مجاهدین به کوها بالا شدند. جاهد توسط حاجی کبار و مردم آرد و برنج و روغن توزیع نمود و اکثر مجاهدین را از کوها پایین کرد. از پولهای جمع کرده خیش در دوشنبه صاحب بهترین آپارتمان ها و یک دربند حولی می باشد. همچنین در ترکیه نیز جایدادهای خریداری کرده است و فعلا از جمله مشاورین ارشد جبهه قلمداد می شود. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار، کامگار و بهروز و سرفراز باشید.